توی این ویدیو قراره که بدون تعصب در رابطه با آیفون 16 پرو مک صحبت بشه و قراره که یه سری ویژگی های خوبش رو بگیم و یه سری ویژگی های بعدش هم بگیم و یک طرفه نریم جلو و چون اپله بگیم اپله دیگه اینجوری صلاح دونسته، برند خیلی خفنیه و باید بهش احترام بذاریم، حتما یه چیزی میدونسته. نه، من خیلی آدم تعصبی نیستم و سعی میکنم که هم چیزای خوبشو بگم و هم چیزای بدشو بگم. پس اگه شما هم مثل من فکر میکنید، بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. من پیمان حسینی هستم و سعی میکنم تو کانال یوتیوب هم محتوایی رو از دل تجربه خودم به صورت ویدیو بهتون انتقال بدم. اگه دوست داشتین حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و بریم ببینیم که آیفون 16 پرو مکس چه حرفایی داره برای گفتن. خب همین اول ویدیو من رفتم تو سایت جی اس ام آرنا، یه سایت معتبر خارجیه و همه لحاظی اوکی کاملا و به عنوان مرجع میتونید ازش استفاده کنید. از 12 پرو مکس تا 16 پرو مکس رو گذاشتم بغل هم و قراره که مشخصات فنیشو با هم دیگه یه نگاهی بکنیم، یه بررسی کنیم ببینیم که چه خبره و اینکه خب یه سری تصاویرم از مقایسه این گوشی با این چند تا گوشی که حالا از سال 2020 الان هم که 2024 طراحی ها تقریبا یه شکل بوده، میتونید تصاویرش رو ببینید، ببینید که مثلا چه تغییراتی توی این گوشی ها توی این چند ساله بوده. 11 پرو مکس رو چرا نیاوردم؟ چون خیلی میشه گفتش که وارد بازی نمیشد حقیقتا، درسته که طراحیش بازم یه شکل بود ولی خب اینجوری بودش که به نظرم 12 پرو مکس تا 16 پرو مکس یه چیز منطقی میتونه باشه. بریم ببینیم چه خبره. وارد بحث تکنولوژی ها که بشیم، خب همشون تا الان از 5G پشتیبانی میکردن از سال 2020 و تمام بحث‌های حالا LTE و اینا هم همه رو داشتن. توی بحث اندازه چیزی که داریم می‌بینیم اینه که خب خیلی اندازه‌ها بالا پایین نشده، تقریبا میشه گفتش که خیلی میلیمتری این ور اونور شده و مثلا یه چیز خیلی عجیب غریبی نشده، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که 12 13 14 تقریبا اندازه‌هاشون نزدیک به همه با یه تفاوت خیلی ریز، یعنی تفاوت رو الان کنید ببینید مثلا اینجا 78 این 77 خیلی ریزه، ولی یه خود توی 15 میاد یه کوچیکترش میکنه و به نظرم خیلی هم خوشدستر شده بود 15 پرو مکس، بعد یه خود توی 16 پرو مکس میاد اندازه شد بزرگ میکنه، خیلی بزرگه این گوشی، یعنی اصلا به نظر من خوشدست نیستش و واقعا اذیته. به نسبت به نظر من 15 پرو مکس خیلی گوشی خوشدستری بود تا نسبت به 16 پرو مکس. این از لحاظ بحث اندازه. بریم پایین تر وزنش رو نگاه کنیم. وزن 12 پرو مکس 228، 13 پرو مکس 240، 14 240، یعنی یکی بوده وزنش تقریبا. باز میاد روی 15 پرو مکس 221، میره 227. یه نمونه 16 پرو مکس از 15 پرو مکس سنگین تره، ولی داستانی که وجود داره اینه که باز 15 پرو مکس سبک‌ترین آیفون این چند سال بوده و به نظرم واقعا هم خوش‌دست بود، هم سبک بود، هم خیلی خیلی کامل میشه گفتش که توی این قسمت 15 پرو مکس واقعا گوشی منطقی بود. اما در رابطه با کیفیت ساختش، توی پنل جلویی از 12 پرو مکس تا 16 پرو مکس یکیه، یعنی چیزی که دارم میبینم اینه که اون گلس جلوییش کامل یکیه، یعنی هیچ چیز خاصی نیستش، یعنی اصلا عوض نشده حتی. اما پنل پشتی تا 14 پرو مکس استیل بوده، 15 پرو مکس و 16 پرو مکس میشه تیتانیوم. به نظرم تیتانیوم به واقعیت خوشگل‌تره و خیلی استفاده درستی ازش شده. توی بحث سیم کارت ها که حالا خیلی چیز خاصی نیستش ولی خب بروزتر شده. توی بحث این که ضد آب باشه یا نه و فلان و بیسار و اینا، از سال 2020 تا الان هیچ تغییری نکرده، یعنی IP همون 68 و میتونی توی تقریبا تا 6 متر 30 دقیقه زیر آب ازش استفاده بکنی و تا الان هم هیچ تغییری نکرده. توی پایین تر اپل پیو داریم که خب این تو کشور ما که متاسفانه خیلی استفاده نمیشه ولی خب تو کل دنیا از این خیلی خوب استفاده میکنه و واقعا کار مردم رو راه انداخته. حالا بریم سراغ صفحه نمایش. صفحه نمایش 12 پرو مکس و 13 پرو مکس تقریبا یکیه، با این تفاوت که 13 پرو مکس یه گزینه 120 هرتزی رو بهش اضافه کرده، ولی خب این چشون یکیه، رزولوشنشون یکیه و حتی حاشیه های صفحه نمایششون هم کامل یکیه.
و بحث پروتکشنش، پروتکشن یا اون محافظی که رو صفحه‌ای که هستش هم باز هم یکیه. توی 14 پرو مکس صفحه نمایش تغییر کرده، شده LTPO سوپر رتینا XDR OLED که باز خیلی بهتر شده و رزولوشنش حالا 120 هرتز هم اضافه داشتش توی اون، اینجا هم هستش، ولی باز همون 6.7 اینچیه. رزولوشنش یه ذره تغییر کرده، مثلا اون 1284x2778 این 1290x2796 و حاشیه هاش هم یه ذره کمتر شده، یه ذره مثلا 87 این 88 شده. بعد پروتکشنش هم که یکیه و یه دونه داستان آلویز آن دیسپلی رو از اینجا اضافه کرده. اگه بریم توی 15 خب باز هم صفحه نمایش همونه، یعنی هیچ تغییر خاصی نکرده. حالا تکنولوژی دالبی ویژن هم که از 13 پرو مکس به اینور بودش روی این داستان، اینچش همونه، ولی خب حاشیه ها باز کمتر شده، رزولوشن همونه و پروتکشن بازم همونه و عرض کنم خدمت شما که آلوایزان دیسپلی هم بازم اینم داره. اما تو 16 پرو مکس باز هم صفحه نمایش همونه، منتها اندازش بیشتر شده، شده 6.9 اینچی و حاشیه هاش خیلی کم شده. واقعیت حاشیه های این گوشی خیلی کمه و واقعا جذاب کرده کارو. بعد رزولوشن خیلی خوب تغییر کرده، افزایش داشتیم و حالا اون سرامیک شیلد گلسی که برای پروتکشن حالا محافظ پنل جلویی هستش شده نسل 2024ش. حالا به اینا من اگه کاری نداشته باشم، کیفیت صفحه نمایش تو 16 پرو مکس واقعا خوبه، یعنی به نسبت 15 پرو مکس و نسل‌های قبلش که دیگه اصلا کاری نداریم، ولی به نسبت 15 پرو مکس واقعا صفحه نمایش جذابی داره این گوشی. حالا بعد منتظر این باشیم که ببینیم که S25 چطوره. از نظرم صفحه نمایش از S24 اوترا خیلی بهتره، ولی خب باید منتظر S25 هم باشیم ببینیم که چی جوری میشه. فوق‌العاده از صفحه نمایش این گوشی تا الان به نظر من نقطه قوت این گوشی صفحه نمایششه. حالا بریم جلوتر ببینیم که داستان باز چیه. توی بحث چیپست ها خب اپل هر سال اینو خدا رو شکر تغییر میده و بروز میکنه چیپست هاشو، iOS حالا 14.1 و 15.16.17.18 اینا که هیچی. بعد اون تراشش هر سال افزایش پیدا میکنه، بهتر میشه خدا رو شکر. چرا میگم خدا رو شکر؟ چون تو الان خیلی تغییرات خاصی اپل دوست نداره بده، ولی تو قسمت این داستان چیپستش و روون بودنش و سرعت کار کردن با آیفون به نظرم برای هیچ کسی گنگ نیست و انقدر واضحه، انقدر این گوشی های اپل روون و خوبه که به نظرم هیچ اندرویدی نمیتونه باش رقابت بکنه توی این زمینه. حتی به نظرم اندروید خام هم خیلی نمیتونه واقعیت توی بحث اون سرعت و روان بودن و حس خوبی که میده بتونه اینو یه جورایی رقابت بکنه و باهاش کلکلی چیزی داشته باشه. به نظرم توی این قسمت ها نباید با اپل وارد جنگ بشه. اما یه داستانی که هستش، توی جی پی یوش نسبت به 15 پرو مکس هیچ تغییری نداره، همون 6 هسته ای که بوده توی اینم هستش. حالا توی 13 و 14 میبینیم که بازم اینو داشته، ولی توی 12 4 هسته‌ای بوده، ولی توی 13 و 14 همون 5 هسته‌ای هم بوده. در رابطه با بحث حافظه خب اپل هیچ وقت به کارت حافظه خارجی اعتقادی نداشته و اصلا استفاده هم نکرده، اما خب حافظه رو هر سال تغییر داده، رم 6 داشته و از 15 و 16 به بعد رم 8 رو وارد کرده، وارد بازی کرده. 1 ترابایت هم که توی 14 پرو مکس و 13 پرو مکس هم داشتیم، ولی خب تو 12 پرو مکس ماکسیمم 512 هجی بود که استفاده کرد. در رابطه با بحث دوربین میتونم قاطعانه بگم که اپل تنها کمپانیه که اصلا دوست نداره که سر شما رو گول بزنه با اعداد و ارقام، مثلا بگه 200 مگاپیکسل و نمیدونم 300 مگاپیکسل و اینا، نه از این خبرا نیست، واقعیت رو بهتون میگه و همینم هم هستش که دوربینای آیفون واقعا فوق العاده است. من اینو میتونم خیلی شفاف و صادقانه بگم بهتون، مثلا یه گوشی من خودم الان دارم 12 پرو مکس، عکاسی که میکنه مال سال 2020، عکاسی که میکنه از مثلا A35 و A55 هم حتی به نظر من میتونه رقابت بکنه. گوشیایی که حالا گوشیای جدیدی هستن واقعا میتونه رقابت بکنه و عکسای خیلی بهتری میگیره نسبت به اینکه آقا گوشی جدیدم هستا، ولی خب 12 پرو مکس گوشی 4 سال پیش عکسای بهتری میتونه بگیره. و به نظر من آیفون توی آپدیتاش و توی طولانی مدت دوربیناش هیچ افتی نمیکنه، برخلاف گوشی های اندرویدی، برخلاف برندهای دیگه
واقعا این نقطه ضعف اوناست و این نقطه قوت آیفونه و توی دوربین حرفای خیلی زیادی داره برای گفتن و تغییرات خیلی زیادی هم نمیده، هر سال بهترش میکنه، همون چیزی که هست و بهینه‌تر و بهتر میکنه و توی این قسمت نمیتونیم بهش انتقادی بکنیم، چون واقعا دوربینای آیفون عالیه، فوق‌العاده است. حالا در رابطه با بحث طراحیش میتونیم بهش انتقاد وارد بکنیم که چون طراحی هر سال یکیه و خب مردم شاید دوست نداشته باشن یا دوست دارن مثلا یه تنوعی بدن بهش، یه چیز جدیدی ببینن، ولی خب این طراحی که تقریبا 4-5 سال یکیه میتونیم بگیم که خیلی رو مخ هستش، ولی کیفیت دوربینا هیچ رقابتی نمیتونیم، یعنی هیچ رقابتی که نه، هیچ رقیبی نمیتونیم پیدا بکنیم به نظر من برای دوربینای آیفون توی بحث اسمارتفونا. اگه بخوام یه نگاهی بهش بکنیم، خب 12 پرو مکس سنسورای 12 مگاپیکسلی داشته، 13 پرو مکس همینطور، توی 14 پرو مکس سنسور 48 مگاپیکسلی به داستان اضافه میشه و تفاوت اصلی 13 و 14 با 12 اونجاست که یه قسمت پرورز میاره. پرورز برای آدمای حرفه‌ای فوق‌العاده است، برای کسایی که میخوان عکاسی حرفه‌ای انجام بدن، فیلمبرداری حرفه‌ای انجام بدن، چیز خیلی جوابیه و سری تصویرهای خام میگیره که توی داستان اون که بخوان رنگ بدن و اینا دستشون رو خیلی باز میکنه. در نتیجه برای آدمایی که تخصصی میکنن و میشه گفت موبایل گراف هستن، این چیزا خیلی مهمه. ولی خب آدمای معمولی که مثلا توی آینه عکس بگیرن یا مثلا برن مسافرتی چیزی بکنن، شاید این چیزا خیلی به چششون نیاد. منتها میگم برای آدمای که تخصصی و اصلا کارشون موبایل گرافی این چیزاست، این چیزا خیلی مهمه. تغییرات دیگه بحث دیاف داستانو داریم که خب تغییرات خیلی جزئی میده، هر سال بهترش میکنه و خب لنزهای مختلفی، حالا مثلا اپتیکال زومش رو 12 پرو مکس 2.5 بوده الان 3 شده، 14 پرو مکس هم 3 شده، رو 13 و 14 پرو مکس 3 شده و خب تو 14 پرو مکس یه لنز 48 مگاپیکسلی هم وارد داستان کرد. اما توی 15 پرو مکس لنزها همونن 48 12 12 ولی تکنولوژی ها خب بهتر شدن، دیاف ها بهتر شدن و زوم ها خیلی بهتر شدن و اینکه مثلا توی داستان 4K 60 فریم که هیچی، 1080 240 فریم آورده برای اونایی که مثلا میخوان استو موشن بگیرن. میگم این چیزایی که اضافه میکنه تخصصی و خوراک کساییه که ویدیوهای حرفه‌ای میخوان درست بکنن. سر همینه که مثلا میبینیم که آقا با 15 پرو مکس یا روی فیلم سینمایی درست کرده، یه فیلم کوتاه درست کرده، سریال درست کرده، سر این تخصصیاست. و جلوتر توی 16 پرو مکس نسبت به 15 پرو مکس ما تغییرات خیلی زیادی نمیبینیم، ولی خب مثلا یه لنز 48 مگاپیکسلی برای اولترا واید اضافه کرده، اون بر 12 مگاپیکسلی بودش. بعد توی داستان استوموشن گرفتن 4K 120 فریم رو اضافه کرده، از اون طرف 1080 240 فریم رو اضافه کرده. پرورز و اون داستانهای تکنولوژی ها هم که تو 15 پرو مکس بودش و یکیه. منتهای مراتب من باز هم با 16 پرو مکس کار کردم و عکسایی که ازش دیدم نسبت به 15 پرو مکس خیلی تغییر نکرده، ولی دیتیل بیشتر شده، یعنی دیتیل بیشتری رو بهتون نشون میده که خب باز هم میتونیم بگیم که خیلی اینجوری نیستش که آدمای عادی بخوان 15 پرو مکس رو بفروشن برن 16 پرو مکس بخرن سر اینکه آقا دوربینش بهتر شده، نه. ولی آدمایی که تخصصی کار میکنن و کارشو موبایل گرافی و تولید محتوای خیلی تخصصی میکنن، قطعا باید 16 پرو مکس رو نسبت به 15 پرو مکس انتخاب داشته باشن. توی سلفی هم تقریبا میشه گفت چند ساله که 12 مگاپیکسلی سنسوریه که استفاده میشه، دیافاش بهتر و بهترتر شده و خب نسبت به 15 پرو مکس تغییر زیادی ما نمیبینیم، مگر اینکه مثلا یه صدای استریو رو اضافه کرده، مثلا برای کسایی که میخوان استوری بگیرن و بلاگرا و اینا میتونه گزینه خیلی خوبی باشه، ولی خب نسبت به 15 پرو مکس خیلی تغییرات جدی نکرده. ولی خب از اون طرف نسبت به 14 پرو مکس هم اینجوری که دارم میبینم باز هم خیلی تغییری نکرده و نسبت به 12 پرو مکس و 13 پرو مکس بحث دیافشون خوب تغییر کرده، اونجا 2.2 اینجا 1.9 1.9 1.9 نسبت به 14 پرو مکس واقعا دوربین سلفیش تغییراتی نکرده، ولی یه سری تکنولوژی ها آورده که مثلا همون 3D اسپشیال آدیو و استریو ساوند رکورد و یعنی صدا رو که رکورد میکنه خیلی بهتر شده، ولی توی بحث عکس گرفتن خیلی تغییر نکرده، مگر اینکه تو عمل چون حالا متناسب با شرایط نوری بتونه عملکرد بهتری داشته باشه. توی بحث اسپیکر و این داستانای کانکشن و اینترنت و فلان و وای فای و اینا که تقریبا یکیه، هیچ تغییری ما نمیبینیم،
مگر اینکه مثلا وایفای نسل 7 رو اضافه کرده. آره وایفای مثلا نسل 7 رو اضافه کرده، 6 سری ای بود داشتیم، 6 6 6، توی 14 و 15 یه ذره بهتر شده، 15 هم که نسل 7 رو اضافه کرده. ولی خب توی بقیه داستان ها چیزی که داریم داستان تایپ سیه. تایپ سی دیگه 12 13 14 لایتنینگ داشتیم، توی 15 و 16 تایپ سی اضافه شده که هیچ تغییری نکرده، یعنی همونی که تو 15 هست توی 16 هم هستش. تو داستان سنسورها تقریبا سنسورها هم یکیه، چیز خاصی اضافه نشده. داستان مثلا اینکه پیام ماهواره و اینا اومده که خب من خیلی ندیدم کار بکنن ملت باهاش، مگه اینکه در حالتهای اورژانسی و فلان و بیسار و این داستانا، اونو نمیدونم مثلا تو ایران ما میتونه این قضیه انجام بشه یا نه، ولی خب یه چیز نمایشی و دهن پرکنیه که اپل توی این قضیه استفاده کرده، مخصوصا از 14 به بعد، 14 15 16 این قضیه رو استفاده کرده. فیس آیدی و اینا که دیگه همشون یکیه و چیز خاصی اضافه نکرده به داستان. اما تو بحث باتری تغییرات زیادی داشتیم، ولی خب یه سری چیز ثابت بوده که اونا رو اول میایم ببینیم که چیا بوده. توی 12 پرو مکس قسمت وایرلس شارژش 15 وات بوده، 13 15 باز 15 15، توی 16 پرو مکس شده 25 وات. یعنی چی؟ یعنی آقا این گوشی رو شما به صورت از داستان مکس سیف به صورت وایرلس شارژ تا 25 وات ساپورت میکنه، و مثلا یه پاور بانکی داشته باشی که وایرلس شارژ پشتیبانی میکنه میذاری اینجا، و اینکه از 25 وات هم پشتیبانی بکنه، یعنی نه کمتر باشه نه خیلی زیادتر، بذاری راحت میتونی شارژ بکنی. یه 15 وات هم 16 پرو مکس داره که فقط برای نسخه چینه. اگه یه وقت مثلا آیفونی خریدید که نسخه چینه، بدونید که دلیلش این 15 وات بیشتر ساپورت نمیکنه. توی داستان این که با سیم شارژش بکنیم از 12 پرو مکس تا 16 پرو مکس یکیه، هیچ تغییری نداده، هیچ تغییری، و 50% همشون مثلا توی 30 دقیقه شارژ میشن، و به نظرم چیز عجیبی از اون باگاییه که متوجهش نمیشم. نه بذاریم روی اینکه آقا اپل بهتر میفهمه، نه این خبرها نیستش. به نظر من واقعا نیازه که یه ذره برای مخاطبین و مشتری خودش یه ذره اهمیت قائل بشه، چون که مخاطب و مشتری خودش که خیلی اهمیت قائل نمیشن برای خودشون، چون الان تو سال 2024 این قضیه به نظرم باگ داستانه، اینکه از 2020 این قضیه یکیه، یعنی بدون هیچ کوچکترین تغییری. و حالا داستانی که وجود داره توی قسمت اینه که 15 و 16 ریورس هم داره، یعنی 4.5 وات میتونی از طریق کاب یه دستگاه دیگر رو شارژ بکنی. حالا یه سری هم میگفتن، من خودم میگفتم، یعنی مثلا وایرلس شارژ نداره، وایرلس شارژ که پشتیبانی میکنه ولی از طریق وایرلس نمیتونی دستگاه های دیگر رو شارژ بکنی تو سال 2024 تکنولوژی. بعد یه سری میگفتن که آقا مگه آیفون ما پاور بانک بقیه رو شارژ بکنیم، یعنی پاور بانک می‌خریم. خب عذرخواهی میکنم، پس چرا توی قسمت سیمی این قابلیت رو گذاشته ولی توی وایرلس نذاشته؟ مثلا به نظرم این میره جلوتر، مثلا روی آیفون 17 18 میاد میگه که واو یه تکنولوژی خیلی جدیدی رو می‌خوایم براتون رونمایی بکنیم، و شما میتونید ایرپاد خودتون رو بذارید پشت لوگوی اپل شیکتون و شارژش بکنید. با این بازاریابی‌های خفنش اینو نمیتونیم کتمان بکنیم. بازاریابیش خیلی خفنه. با این بازاریابی‌های خفنش و اون کلمات و چیزهایی که استفاده میکنه، یه چیز خیلی کوچیک رو و یه چیزی که خیلی محمودیه برای گوشی‌های دیگر رو میاد چنان بزرگ و جذاب جلوه میده که مخاطب قطعا میره سمتش. این برگ برندش میتونه باشه، نقطه قوتشه، فوق‌العاده است. ولی خب کسی که از بیرون نگاه میکنه میگه که آقا تو همچین تکنولوژی استفاده نکردی، و قطعا در آینده به نظر من استفاده میکنی. اینجوری نیستش که الان استفاده نکنی، ولی مخاطبین و مشتریانش به نظر من خودشون سر خودشون رو گول میزنن با این چیزا. اما تو بحث ظرفیت باتری، خب 12 پرو مکس 13 پرو مکس نسبت به 12 پرو مکس افزایش داشتیم، بعد 14 پرو مکس نسبت به 13 پرو مکس افت میکنه، یعنی ظرفیت باتریش میاد پایین تر، حالا نمیدونیم چرا، ولی توی 15 و 16 دیگه میره بالاتر و جذاب میشه این کار. قسمت رنگ بندی و اینا که خیلی صحبتی نداریم، یه چیزیه که سلیقه‌ایه، نمیتونیم مثلا نظر بدیم که چه رنگ جذاب و چه رنگ خوبه. منتها اون دیزرت تیتانیومی که امسال معرفی کرد به نظرم همون گلده، یعنی لیترالی همون گلشه. حالا نمیدونم چرا دوست داره با دیزرت بگه دیزرت
و احتمالاً سر اینه که مثلا میخواد باز همون بازاریابی رو انجام بده و فروش بیشتری داشته باشه، ولی همون گود بود. حالا خودتون میدونین. خیلی خب، این از این. ما این مقایسه رو خیلی سعی کردم کوتاه باشه انجام بدیم تا یه داستانی بهش برسیم، ببینیم که اصلا 16 پرو مکس نسبت به 12 پرو مکس که گوشی 4 سال پیشه چه تغییراتی داشته. و خب تغییرات بحث ظاهر و این داستانا خیلی نیست، مخصوصا تو پنل پشتی، ولی خب تو پنل جلویی خیلی بهتر شده. صفحه نمایش این گوشی فوق‌العاده است. باتریش نمیتونه با یه گوشی مثل S24 اوترا رقابت بکنه از نظر من. و بحثی که داره توی دوربینش هم، دوربینش خب بهتر شده، یه سری ویژگی ها بهش اضافه شده، ولی نسبت به نسل قدیم خودش 15 پرو مکس اونقدر نیستش که بگیم به خاطر دوربینش بریم 16 پرو مکس رو بخریم. نه، اینجوری نیستش. این گوشی رو به نظر من مثلا کسایی که میخواد برای اولین بار آیفون بخره تو زندگیش قطعا باید بره سراغ سری جدید آیفون. ولی اگه من نظر خودم رو بخوام بگم، من 15 پرو مکس هم دوست داشتم، راضیم ازش، ولی کسی اگه مثلا بخواد یه گام بزرگ برداره از 12 و 13 بیاد تا 16 پرو مکس، میتونه حرکتش حرکت خیلی درستی باشه. حتی سریای قبلش مثلا 11 10 اینا داره و یهو میخواد بیاد یه گوشی جدید بخره، 16 پرو مکس خوبه. ولی کسی که 14 و 15 داره به نظر من خیلی ارزش نداره آدم بخواد تغییر بده بیاد 16 پرو مکس بگیره. منتهی مراتب یه داستان دیگه هم که وجود داره اینه که تو ایرانیم و خب 14 15 16 رجیستر نمیشه و یکی میتونه مثلا همچین دیدگاهی داشته باشه، اوکی من که آنتن که ندارم، اوکی حداقل 16 پرو مکس داشته باشم که اونم آنتن نداره، میتونه همچین دیدگاهی داشته باشه و بیاد 16 پرو مکس رو بخره. یه سری ویژگی‌هایی داره این آیفون 16 پرو مکس، سری کارهایی میتونی باهاش بکنی که بریم یه ذره باهاش آشنا بشیم. اولین چیزی که خیلی روش مانور دادن این داستان کپچر بود، چیزی که سونی و نوکیا و خیلی از گوشی‌های دیگه 10 20 سال پیش آوردن و مثلا ملت باهاش عکاسی می‌کردن اینا. اما یه تفاوتی که داره اینه که وقتی حالا میری توش، اولا که توی این قاب، یعنی قاب عمودی، خیلی کارایی نداره. نهایت میتونی دوربین رو باهاش بیاری و بخوای مثلا با گزینه‌هایی که داره کار بکنی، قشنگ اذیتی. اصلا برای این قاب خیلی، برای مثلا حالت عمودی خیلی خوب طراحی نشده. و خب این به نظر من انتقاده و باگ داستانه، چون توی دنیایی که الان همه چیه ما عمودی شده، تو اینستاگرام میریم استوری عمودیه، پست ریلز هر چی می‌خوایم بذاریم عمودیه، تیک تاک عمودیه، یوتیوب شورت یوتیوب آورده عمودیه، خیلی کم پیش میاد که افقی بشه، من اینکه مثلا بخوای ویدیو لانگ اونجوری بگیری. در نتیجه به نظر من یه دکمه معمولیه، یعنی یه دکمه یه که الکی بولدش کردن و خیلی چیز خفنی نیستش. من اینو کاملا صادقانه میگم، یعنی من حتی تو اینستاگرامم یه ویدیو در موردش درست کردم. اونجوری نیستش که بگیم واو چه نوآوری. از نظر من نوآوری که اپل توی این چند سال اخیر انجام داد اون ایرپادش بود، یه چیز واقعا جدید و تحولی بودش که میتونیم بگیم که معرکه بود بعد از مرگ استیو جابز. منظورم استیو جابز که خداست، مثلا استیو جابز اینجا باشه خداها اینجا بود، حالا کاری نداریم. منتهای مراتب به نظر من چیزی معمولیه و خیلی چیز جذابی نیست و میتونه مثلا تفاوتش این باشه که هر کسی اینو ببینه 16 پرو مکس داری تو پس، مثلا میتونه این باشه. اگر نسبت به 15 پرو مکس، 14 پرو مکس، 13 پرو مکس هر کی مثلا اینو ببینه، پشتش رو ببینه، خب یه اپل داری دیگه، 14 15 چیزی داری دیگه، ولی مثلا این دکمه رو ببینه تو 16 پرو مکس داری، تفاوت اینجاست. بعد عرض کنم خدمت شما که دوربینا یه ذره اومده بیرون، خب طبیعی هم هستش، سنسور و تکنولوژی و داستان و فلان و بیسار و اینا. حاشیه صفحه نمایش خیلی کمه، خیلی کمه و اون ناچ دوربین سلفی هم واقعا جذابش کرده و کل کار تمیزه و واقعا میتونم بگم که صفحه نمایش این گوشیش صفحه نمایش این گوشی توی لول دیگه ایه، فوق العاده است. بعد چیزی که دیگه که میتونم بهتون بگم، توی داستان ویدیو شما میتونی 4K بریم جلو 120 بگیری. برای کسایی که میخوان سوپر اسلو موشن مثلا بگیرن و 4K خفنی باشه این خیلی جذابه. و حالا مثلا تو سینماتیک و ایناش هم که دیگه هیچی، بعد تو سوپر اسلو موشنش شما HD 240 فریم هم میتونی بگیری، این دیگه خیلی چیز عجیب غریبیه. و میگم خوراک کسایی که تخصصی موبایلگرافی میکنن. یه اولترا واید 48 مگاپیکسلی هم داره که اونم جذابه. بعد عرض کنم خدمت شما که مثلا توی قسمت اینکه یه رنگ و لعابی بدید به تصویرتون، یه
چیزی درست کرده، یه حالت چی بود؟ نموداره، مثلا نمودار X و Y بود توی ریاضی داشتیم، مثلا اونه که میتونی روش تغییر بدی و مثلا رنگ لبابی که دوست داری رو انتخاب بکنی و باهاش عکس بگیری. اون بالا هم مثلا میزنه تونش و کالرش و پالتش و این رنگا رو میزنه. بعد دیگه توی قسمت دوربین چیز خاصی نیستش. بعد عرض کنم خدمت شما که چیز دیگه ای که میخوام بهتون بگم بحث اون چیپستشه و به نظرم خیلی خوبه، خیلی روان‌تر شده، بهتر عمل میکنه، ولی داغ میکنه. این گوشی داغ میکنه. این گوشی مخصوصا وقتی میره توی دوربین، من 4 تا عکس گرفتم، اومدم 5 رو بگیرم، ریسیت شد. یعنی این که برای من پیک پیش اومد، ممکنه توی آپدیت ها حل بشه، ولی گوشی خیلی داغ میکنه و تو استفاده های مخصوصا توی عالی مدت به نظر من این داستان خیلی میتونه شما رو اذیت بکنه. حالا تو بازی و اینا که بماند، من اصلا تو بازی اینا خیلی نموندم، خیلی هم بازی نکردم باش، ولی همین که کار میکنم مخصوصا میرم توی دوربینش خیلی عجیب داغ میکنه و جزو مواردی بودش که به نظر من توی آپدیت ها باید این قضیه حل بشه. آها یه چیزی در مورد دوربین بگم، توی دوربین یه تنظیماتی داره که میتونه عکس های شما رو بهتر بکنه. وقتی توی سیتینگ و توی کامرا میرید، توی قسمت فرمت فوتو مود روی 24 مگاپیکسله، اون پایین پرو دیفالت اگه بزنید روش توی 12، اینو بذارید توی پرو را مکس آپ تو 48 مگاپیکسل، این باعث میشه که کیفیت عکساتون بیشتر بشه. این نکته هم داشته باشین که توی عکس می‌خواید بگیرین، دوست دارین کیفیتش خوب باشه، اینو تیکشو اینجوری فعال بکنید. یه قابلیت دیگه ای که داره خیلی جذابه، منم ویدیوش کردم گذاشتم توی ریز اینستاگرامم، اینه که مثلا یه ویدیوی میگیری اطرافت نویز زیاده و میری توی گالری، میری توی ادیتش، یه آدیو میکس داره. اینجا چند تا حالت مختلف داره، این فریم داره، استودیویی داره، سینماتیک داره. حالا مثلا من میرم توی این فریم، این مثلا این صدای جاروبرقی داره میاد، من میتونم یه کاری بکنم که صدا رو تو حالت‌های مختلفی تنظیم بکنی و صدای نویز فوکوس روی صدای من باشه تا اینکه مثلا اون نویز کامل حذف میشه. خیلی چیز جذابیه و واقعا اینجا من دوستش داشتم. و مثلا مخصوصا کسایی که تولید محتوا میکنن این قابلیت ها میتونه به دادشون برسه، چون افرادی که هستن، بلاگرهایی که هستن، خب جای مختلف استوری میذارن، نمیدونم ویدیو میگیرن، این داستانا، این چیزا میتونه خیلی بهشون کمک بکنه و ایول داره. یه قابلیت دیگه هم که هستش اون پاپکن هوشمندشه. مثلا حالا این عکسو ببینید، میریم اینجا توی تنظیماتش کلینو کلین آبو میزنیم، اینجا مثلا اینجوری روش خط خطی میکنیم، یه چند ثانیه وای میسیم، خودش تشخیص میده، دیدیدیدین پاک میکنه. حالا دست من اینجا بعد تشخیص داده، دست منم یه کارایی روش کرده، خیلی جذاب نیست، ولی خب مثلا جاهایی که بک‌گراند مثلا یه تو توییتر دیدین دیگه، مثلا تو توییتر دیدین یارو میاد میگه که این خانومه رو حذف بکنید دیگه، هر کسی که آیفون داشته باشه، iOSش هم جدید باشه، میتونه انجام بده به راحتی، دو تا کلیک دیگه نیازی نیست هموطن بری فتوشاپ یاد بگیری برای مخ زدن این کارا رو انجام بدی. باتری این گوشی یه قابلیت اضافه کرده، لیمیت گذاشته. مثلا اینجوریه که به 95% 90%، این قبلا توی سامسونگ هم بودش و خب توی iOS 18 توی آیفون 16 پرو مکس هم این قضیه اضافه شده. لیمیت گذاشته که آقا مثلا تو شارژ 100 میشه، میارتش مثلا تا 95-80 دوباره شارژ میشه، مثلا دوباره تا 100 میشه، که تا وقتی که شما بری سر گوشی تو مثلا بکشیش. دیگه یه سری چیزا که تو iOS 18 اضافه شده همین داستان اینه که مثلا میتونی هوم تو شخصی سازی بکنی. آقا چه کارایی که تو اندروید بود و به قرآن آورده با یه بازاریابی قشنگ، مثلا چیکار میکنی؟ کاستومایز میکنی، حالت دارک در نظر میگیری، اتومات میکنی، مثلا میتونی رنگ بندی رو خودت تغییر بدی. به خدا اینا تو همش با یه دونه کلیک توی اندروید میشه با اپ و فلان و بیسار و اینا. حالا کاری نداریم، این چیزها رو اضافه کرده. بعد مثلا منوی کنترل سنتر رو شخصی سازی کرده، مثلا میتونی این کارا رو بکنی. یه باگی که همه اینجا اینا داشتن این بودش که آقا اون اینترنت خط رو بخوایم روشن بکنیم باید بریم 2 مرحله اون پایین تا مثلا بزنیم روشن بشه، ولی میتونی دستتو بگیری روش، از گزینه ادیت، آها این پلاس رو بزنی، اولا که اینا رو میتونی کم و زیاد بکنی، شخصی سازی بکنی یا حذف بکنی، یا اینکه این پایین اد کنترل میتونی بیای اینجا و به صورت جدا و مجزا کوشش اینو اضافه کنی، تمام. حالا اینا رو میتونی خود شخصی سازی کنی. یه داستان چراغ قوهشو داریم، باحال شده، مثلا حالتهای مختلفی رو میتونی انجام بدی، کوچیک، بزرگ، کم، زیاد، این چیزاییه که جذابه دیگه، مثلا برای مخاطبین میتونه جذاب باشه. چی میگن؟
یو آی و یو ایکس خوبی داره. وبسایتی ها مثلا میگن یو آی یو ایکس خوبی داره. یه قابلیتی هستش توی البته iOS 18 اضافه شدهش تحت عنوان آیفون میرورینگ. حالا من میرورینگ این ره رو من خیلی نمیتونم درست بگم، حالا نمیدونم تلفظ بریتیشه تلفظ امریکنه هر چیزی که هستش، آیفون میرورینگ هر چیزی که هستش، این اینجوریه که شما میتونید صفحه نمایش گوشیت رو کامل بنازی روی مکت و نمیدونم واقعیت کاربردش چقدر میتونه خوب و جذاب باشه و اصلا چقدر کاربردیه، ولی خب یه سری ها میتونن این استفاده کنن، اپل آیدی و این داستانا رو سینک میکنی و تمام. یه چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم، اونم اینه که توی تنظیمات گوشیتون که برین، هم آیفون 16 پرو مکس و توی قسمت کامرا که برید، اون بالا کامرا کنترل داره که این داستان کپچر رو میتونی شخصی سازی بکنی، سینگل کلیک باشه، دابل کلیک باشه و اپ‌های مختلفو مثلا بیاری بالا و از این جور داستانا. در کل اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، اگه دوست دارید که آیفون حالا محصولات اپل یا هر چیز دیگه‌ای بخرید، حتما به اپل یونیک سر بزنید. مرسی از اپل یونیک که این گوشی رو برام فرستاده و خدایش هم خوش قیمته. گوشی‌هایی که حالا توی بحث اپل و محصولات اپل و آیفون و هر چیزی که هستش، هم کار کرده داره، هم نو داره، همه جوره داره، هر چیزی که بخوای از اپل رو قطعا از اپل یونیک میتونی پیدا بکنی و خوش قیمت هم هستش. اطلاعاتشون رو این پایین توی دیسکریپشن براتون میذارم و بخوام نظرمو کلی در مورد این گوشی بگم، صفحه نمایشش فوق العاده است، دوربینش نسبت به 15 پرو مکس خیلی تفاوت نداشته مگر توی یه سری چیزهای خیلی جزئی و مثلا یه چیزی که اضافه شده همون کپچره که من نظر من واقعا چیز کاربردی نیستش و مثلا اینجوریه که شاید اوایل شما خیلی ازش استفاده بکنی، بعد یه مدت اصلا استفاده نکنی، مگر اینکه آدم تخصصی باشی و موبایل گرافر باشی و بخوای از این کپچر بخوای استفاده های زیادی بکنی، وگرنه چیز جدیدی نیستش. باتریش اونقدر خفن نیست، S24 اولترا باتری خیلی بهتری داره، اما خب بهینه شده هستش این باتری و میتونه تو مصارف حالا مثلا یک روزه به نظرم مصرف عادی باشه دوام بیاره کامل. بعد در رابطه با بحث عملکرد سی پی یو اینا که هیچ حرفی نیست و همیشه آیفون فوق العاده بوده، روان بوده و اصلا گوشی های اندرویدی نمیتونن در رابطه با این قضیه فکر بکنن که میتونن رقیب آیفون باشن از نظر من. و عرض کنم خدمت شما که در رابطه با بحث رابط کاربری اینا هم که دیگه خیلی مشخصه، iOS و یه چیز روون و ملیح و اصلا دوست داشتنی، حال میکنی با این گوشی کار میکنی، ولی بحث داغ کردن توی این گوشی هستش و داغ کردن خیلی عجیبی هم هست. اینجوریه که میگم من تو گوشی بودم و پنجمین عکس اومدم بگیرم ریسیت شد، میتونه باگ باشه حل بشه ولی داغ میکنه. کلن این گوشی خیلی خوب داغ میکنه، خوب که درست نیست ولی خوب داغ میکنه دیگه. اما در کل برای کسایی که میخوان برای بار اول آیفون بخرن، انتخاب خیلی درستیه، آیفون جدید رو بخرن. ولی برای کسی که مثلا میخواد از 15 بیاد 16 پرو مکس، به نظر من منطق نداره، ولی مثلا از 11 12 13 کسی میخواد بیاد کاملا منطق داره. 14 معمولیه، مثلا خونساه مثلا 14، ولی خب گفتم یه جایی تو ویدیوم هم کسایی که مثلا تو ایرانه 14 15 16 که آنتن نداره، متاسفانه بر اساس تصمیمات غلط 100% که مسئولین عزیزمون گرفتن، مثلا طرف اینجوریه که خب آنتن ندارم 16 پرو مکس میگیرم که آنتن ندارم، ولی خب عددش هم بالاست دیگه، الان 120 میلیونه ولی خب احتمالاً بیاد پایین دیگه و همین دیگه. امیدوارم سال دیگه حداقل این طراحی تکراری رو توی آیفون نبینیم دیگه نکته ای نیست. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید، سعی کردم یه سری نکات و چیزایی که لازم هست رو کامل بگم، چه خوب چه بد، و تجربه خوبی رو از آیفون 16 پرو مکس برای شما به صورت ویدیویی برنامه میارم. خیلی مخلصیم، دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بدید، نظر بدید نظرتون در مورد آیفون جدید چیه و بریم دیگه. بای بای.